بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط دو خبر بسیار مهم از درگیری مقاومت با گروه طالبان. کشته شدن فرمانده نامدار قطعه سرخ با یارانش در ولایت پنجشیر. مقاومتگران در شهر کابل بالای طالبان حمله موفقانه انجام دادند. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها از سراسر افغانستان کانال شهر تیوی را حتما دنبال کنید. صدای افغانستان گزارش داده است که فوری به شمول مولوی عزت الله قندهاری 15 تن از طالبان دیگر نیز کشته شدند. مولوی عزت الله قندهاری با 7 تن از نیروهایش در ولایت پنجشیر و نیز 7 تن دیگر از اعضای گروه طالبان در مرکز شهر کابل کشته شدند. طبق گزارش منابع، مولوی عزت الله قندهاری یک از فرماندهان گروه سرخ طالبان که گفته می شود مسئول گروه انتحاری قندهار در دره پنجشیر بوده است، با 7 تن از اعضای این گروه در روستای روی دو آب شهرستان شتل پنجشیر کشته شده است. مطابق به گزارش های رسیده، طالبان از طریق زمین و هوا بالای سنگرهای نیروهای مقاومت در ولایت پنجشیر حملات تهاجمی داشته است، ولی موفق به کسب هیچ دستاوردی نمی شود. در کنار تلفات طالبان، منابع محلی شهادت عبدالعظیم یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را نیز تایید کرده است. باید افزود که جمعی از باشندگان منطقه گزارش داده است که روز گذشته طالبان تمام نیروهای خود را از روستاهای مختلف جمع‌آوری کرده و به مرکز پنجشیر انتقال دادند. همچنان این گزارشات می افزاید که حین بازگشت طالبان از مناطق مختلف پنجشیر، نیروهای طالبان با امواج عظیم سرازیر شدن برف کوچها از کوه‌ها ماجی می شود. بر اثر این واقعه، تمام نیروهای طالبان موترها و تجهیزاتشان را در منطقه رها کرده و فرار می کنند. با این همه، تعدادی از طالبان در برف کشته و تعداد دیگرشان نیز زخمی می شوند. مطابق اخبار رسیده، تمام ماشین‌های نظامی و تسلیحات نظامی طالبان در میان برف گیر مانده است. تلاش و درخواست طالبان برای بیرون کشیدن نفرات و تجهیزات از زیر برف در آنجا تا ساعت‌ها ادامه داشته است. در همین حال، صدای افغانستان گزارش داده است که فوری عملیات موفقیت آمیز رزمندگان مقاومت در اندراب. شرک های مقاومت ملی افغانستان به فرماندهی فرمانده خیر محمد اندرابی در دره اندراب به یک قرارگاه اصلی طالبان در منطقه کشن‌آباد واقع در ولسوالی بنوی اندراب حمله کردند. در این عملیات بزرگ، رزمندگان مقاومت از دو جهت بالای طالبان حمله می کنند. اگرچه طالبان به شدت مقاومت کردند و از پایگاه های دیگر خواستار کمک شدند، اما نیروهای مقاومت اجازه رسیدن قوای جدید را به طالبان نداده است. گفتنی است که در این درگیری و تبادل آتش پایگاه‌های مهم طالبان تخریب شده است. همزمان بخش از امکانات، تجهیزات و سلاح‌های دشمن از جمله دو پایه دوربین شب و 4 پایه مخابره یعنی بسیم در آتش جنگ سوخته است. نظر شما در مورد عملیات موفقیت‌آمیز رزمندگان مقاومت بالای طالبان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.